سلام، حال شما خوب هستین عزیزان من؟ صبحتون بخیر باشه. اینجا منزل خانم عسکری عزیزم هستش. چی میخواین یاد بدین امروز خانم عسکری؟ آش گوجه فرنگیه. به به، آش گوجه فرنگی چه موادی میخواد؟ پیاز داغ و نعنا داغ، برنج نمدانه، بلغور، گندم و جو، لوبیا چیتی، سبزی شمتر و جعفری. گوجه فرنگی بله، رنده شده. گوجه فرنگی رنده شده، مقداری رو با آب قورم آخر سر می‌ریزید. و نمک و فلفل و زردچوبه. بله. چجوری درست می‌کنیم؟ اول پیاز داغ رو تفت میدیم، پیاز رو تفت میدیم. بله، الان تا شما تفت دادین. بله، آماده است. بله، پیاز داغ آماده است. بله. نمک و زردچوبه و فلفل میزنیم بهشون، یه قاشق غذاخوری رب هم میزنیم. گوجه فرنگی رنده شدم که داریم مخلوط میکنیم باهاش، حبوبات رو اضافه میکنیم بهش، برغول گندم و جو رو اضافه میکنیم، یه لیتر آب به جوش قوام بیاد. مرحله دوم، وقتی که قوام پخته شد، برنج نیم دانه و سبزیجات رو اضافه میکنیم. برنج رو نگه میداریم مرحله دوم اضافه. بله بله. خب سبزیجات و برنج رو میذاریم مرحله آخر که تا قشنگ جا بیفته. جا افتاد، تموم شد، آب قوره رو بهش اضافه میکنیم. بعد پیاز رو اضافه میکنیم. به مقدار لازم احتیاجی. تند نشه. نه، فلفل سیام هست. نه، واسه مزه‌اش. یه قاشق روبی هم که داریم اضافه میکنیم. دستتون بخیر. یه قاشق روب به خاطر رنگش یکم تفت میده. گوجه فرنگی رنده شدم که داشتیم اونم اضافه میکنی در این قسم. برگوره گندم و جو رو اضافه میکنی. اینو از قبل آماده کرده بودیم. بله. آماده کردیم دیگه. بعد حبوبات رو اضافه میکنم، لوبیا چیتی که داشتیم. حبوباتش فقط لوبیا چیتی و بلغور و بله، برگوره گندم و جو با برنج نمدانه. این لوبیا چیتی هم چند ساعت زود ترخیص میکنیم. بله. بعد اضافه میکنیم بهش. الان آب اضافه میکنیم. آب رو اضافه میکنیم تا کاملا جوش بیاد. گندم بلغور و جو اینا قوام پیدا کنه، لوبیا چیتیش بپزه. یه رو به آخرش بقیه چیزا رو اضافه میکنیم. بله، برنج و سبزیجات و آب قورمون مونده که آخر اضافه بکنیم. بله، یه رو به آخر. نعنا چی؟ نعنا رو بعد نعنا داغ بکنیم برای واسه تزیینش. بله، دیگه داخل آش نمیریزیم، پس منتظر میمونیم تا حبوباتمون بپزه. بله. یه ساعتی صبر کردیم دیگه، الان فکر میکنم حبوباتمون پخته. بله، صبر رسیدیم به مرحله دوم. حبوباتمون برغور جو گندم پخته، لوبیا چیتی هم پخته شده. میرسیم مرحله دوم، برنج نیم دانه شسته شده رو اضافه میکنیم. بله. بعد سبزیجات جعفری و گشنیز گفت. تره و جعفری. سبزیش تره و جعفریه اضافه میکنیم. جعفریه یک ربع صبر میکنیم که کاملا برنج نیم دانه پخته بشه، سبزیجاتش پخته بشه. بعد آب قوره آخر سر مرحله آخر آب قوره رو اضافه می‌کنیم. الان دیگه آشمون آماده است دیگه. بله، خانم عسکری رسیدم به آب قوره رو اضافه می‌کنیم. یه وقتی آش آماده میشه کامل و می‌خوایم زیرش خاموش بکنیم، آب قوره رو اضافه می‌کنیم. بله. خب نعنا داغمون هم که باید درست کنیم. بله.
پارمیزان لازم. آی چقدر آب قوره ریختیم. یعنی آماده شده؟ خب عزیزان من، همونطور که میبینید آش گوجه فرنگی ما آماده شد. متشکرم. روز خوبی داشته باشید. سلامت باشید. مرسی.